روز گذشته نیروی دریایی سپاه پاسداران نخستین بار تصاویر توقیف نفتکش‌های یونانی در خلیج فارس را منتشر کرد. جمهوری اسلامی ادعا می‌کند این دو کشتی به دلیل تخلف و رعایت نکردن قوانین بین‌المللی در آب‌های خلیج فارس توقیف شدند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از توقیف این دو کشتی یونانی خواستار توضیح و کاهش تنش‌ها از سوی تهران شد. جلیل روشندل همراه ماست، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا. آقای روشندل، این اولین بار نیست که ایران اقدامات تلافی جویانه در خلیج فارس داره و کشتی توقیف میکنه. این رفتارهای تنش‌زا چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی داره؟ با سلام. برای اینکه به این موضوع بپردازیم باید برگردیم به نقطه شروع این قضیه، و اون موقع بود که یونانی ها در اجرای یک تحریم اتحادیه اروپا کشتی روسی رو بازداشت کردند و بعد متوجه شدند که این کشتی با اینکه روسی هست داره نفت ایران رو حمل میکنه. در اون مرحله یونانیا مشخص نیست به چه دلیل خواستن به یک قانونی که قانون سرزمینی به حساب میاد و در آمریکا تصویب شده توسل پیدا بکنن و بر اساس اون نفت ایران رو هم توقیف بکنن، وگرنه اونا میتونستن این قضیه رو ندیده بگیرن و بگذرن ازش. ولی در این حال در مقابل اون قضیه ایران هم میتونست متوسل بشه به کانالهای دیپلماتیک، با توجه به اینکه با یونان به هیچ وجه منازعه‌ای نداره و روابط بسیار خوبی هم داشته برای یک مدتی. بعد از این قضیه بود که ایران مثل موارد دیگر، مثل مثلا نفتکش کره جنوبی که چند وقت پیش توسط ایران گروگان گرفته شد به دلیل اینکه ایران میخواست اون 7 میلیارد طلب خودش رو از کره جنوبی بگیره، اینجا هم از گروگانگیری برای آزاد کردن نفت خودش که بعدن یونانی ها تصمیم گرفتن تحویل آمریکا بدن استفاده بکنه. طبیعتاً یک چنین اقداماتی گروگانگیری رو به عنوان یک رفتار بین‌المللی تثبیت میکنه و ایران رو متهم میکنه به گروگانگیری، و غالبا هم میبینیم که عملا ایران مجبور به عقب نشینی میشه. چرا کاری رو باید شروع بکنی که بعدا باید عقب بشینه بدون اینکه نتیجه بگیره؟ مجموعا این هستش که ایران رو در واقع ایزوله میکنه در محیط منطقه‌ای و در محیط بین‌المللی و به خصوص در روابط خوبی که با اروپا داشته. حالا فرانسه و اتحادیه اروپا هم در این مورد دخالت کردن و بیانیه‌ای بر علیه ایران صادر کردن. اشاره کردیم به ایزوله شدن ایران در منطقه و البته در جهان و همینطور به گروگانگیری دریایی که اتفاق افتاده. به هر حال همطور که شما به درستی اشاره کردین آقای روشندل، این توقیف کشتی‌های نفت یونانی توسط سپاه واکنشی بوده به توقیف کشتی حامل نفت ایران که نفتی که گفته میشه به آمریکا تحویل داده شده. با این تفاصیل آیا میشه امیدی داشت که تهران و واشنگتن به توافق دست پیدا کنن یا برجام رو دوباره زنده کنن؟ ببینیم، میدونیم که یکی از موانع رسیدن به توافق بر سر برجام مسئله خارج کردن اسم سپاه از لیست تروریسم هست، در حالی که یک چنین اقداماتی خودش عنوان تروریستی پیدا میکنه. نیروی سپاه چه در زمین چه در هوا چه در دریا اتهاماتی در مورد اقداماتی داره که تحت عنوان تروریستی قرار میگیره. بازداشت کشتی یونانی هم در همین چارچوب در نهایتاً چون در آبهای بین‌المللی صورت گرفته و مغایر با قوانین دریایی است و کنوانسیون ها، و تازه ایران چه مأموریتی برای اجرای قوانین دریایی در آبهای بین‌المللی داره، اینا مشخص نیست. البته در مورد برجام آقای رئیس جمهور آمریکا جو بایدن هنوز فکر میکنه که میشه بر سر برجام توافق کرد اگر ایران شرط اسم سپاه رو در واقع برداره. با این اقدامات به هیچ وجه جو بایدن امکان این رو پیدا نمیکنه که راه حلی پیدا بکنه و اسم سپاه رو از لیست تروریستی برداره. بنابراین افق رسیدن به یک توافق بر سر برجام روز به روز تیره تر، اگر نگیم که غیر ممکن تر خواهد شد.
البته هنوز باز یک چند هفته ای فرصت باقی بله است، ولی یک چنین اقداماتی بر علیه اون است. جلیل روشندل همراه ما بود، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا. تشکر میکنم.